سلام، امشب یه قصه گوی قهار اینجا نشسته. سلام به شما، به مردم عزیز ایران و خیلی ممنون از لطفتون به من. من خیلی دوستت دارم مشتاق، به خاطر اینکه رفتم مرور کردم و کاراتو پشت سر هم دیدم و دیدم تو چه همونجور که گفتم قصه گوی قهاری هستی و چقدر برای تفهیم تئوری ها و مسائلی که میخوای توضیحشون بدی دست به دامان مثال ها و قصه ها میشی و چقدر کارت آسون میشه و راه باز میشه و این اون چیزی که من در تمام زندگی خودم به شخصه در یک شعاع پیرامونه، شعاع کوچیک آدمهایی که میتونم روشون تأثیر بذارم، دنبال اینم که قصه گوتر باشن، مثال گوتر باشن، چون به نظر من قصه یه رفتار دراماتیک تریه. به جای اینکه ریز به ریز یک مسئله رو بخوای به یکی تفهیم و تلقین کنی، یک سرنمون یا یک آرکیتایپ بهش معرفی می‌کنی و ولش می‌کنی و حالا خودش متناسب با جوری که رشد پیدا کرده، متناسب با سلیقه‌ها و ذائقه‌های دراماتیک، رفتاری، روانشناسانه و هر چی که داره از اون یه طرفی می‌بنده. و این رفتاریه که تو آگاهانه و تکنیکال خیلی درجه اجراش می‌کنی. خیلی ممنونم از شما. من احسان جان، اولا که ممنون من دعوت کردین. باعث افتخار بابا. خواهش می‌کنم. چهارشنبه به اندازه کافی سر مردمو درد میارم، ولی وقتی شما دعوت می‌کنید این یکی از اون پیشنهاداست که هرگز نمیشه رد کرد. و وقتی قصه گویی مثل شما اینو میگه برای من خیلی جای دلگرمی داره. من می‌خوام یه چیزی بگم که قصه ها برای من یه جورای مایه حیاتن. یه جورایی اصلا دلیل سرپا موندن منن. یه خاطره تعریف کنم. من بچه که بودم خب تب زیاد میکردم چون لوزه داشتم و یه بار باعث شد که تشنج کنم، یعنی بره بالای 40 درجه و بعد این باعث میشد که خب بیش فعالم بودم، بچه بیقراری بودم. من میبردن یه جایی مطب آقای دکتر حاجیان که تو شهر ما بود و در واقع نوار مغز ازم میگرفتن مرتب که چک کنن ببینن این مثلا تشنج آسیبی نزده باشه، که فکر کنم زده. بعد شما برای نوار مغز گرفتن بعد مثلا یه مدتی، شاید یک ساعت دو ساعت، بتونید آروم یه جایی در واقع بشینید، تکون نخورید. و این برای یه آدم بیقراری مثل من که تمام سلولاش میتونید در یه جهتی هی میخوان فرار کنن، پاشه بلند شه، سرشو بکوبه تو دیوار، یکی رو گاز بگیره، میتونید، این بر من خیلی سخت بود. وقتی با این یه چیزایی مثل آدامس اینا رو به سر من وصل میکردن، بابای من یه کار عجیب میکرد و اینکه قصه میگفت برا من. شروع میکرد و کنار تخت میستاد و وقتی نوار از مغز من برمیداشتن، داستان من رو به طرز معجزه آسای آرام میکرد. و جالب اینه که داستان خودم رو میگفت، داستان خود بهترم رو میگفت. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه پسری بود اسمش مشتوا بود، خیلی پسر خوبی بود، درسشو خوب میخوند، به همه کمک میکرد، همیشه پدر مادرش ازش راضی. و من تو این خیالا، تو این مشتوایی که پدرم با کلمات میتراشید، قوته‌ور میشدم، سابیده میشدم به اتفاقات این داستان و دیگه یادم میرفت که پامو تکون بدم. دیگه یادم، احسان، تو تمام زندگیم همینطور بوده. یعنی وقتی خیلی تاریک شد زندگی، هر جا این قصه ها منو نجات دادن. من فکر میکنم، همیشه میگم اینو، که خیال گستاخی علیه واقعیته، گستاخی علیه واقعیته، میدونید؟ یعنی یه جور توان میده برای اینکه بتونی واقعیت رو یا تحمل کنی یا تغییر بدی. میخواستم یه چیزی الان داشتم فکر میکردم هینی که حرف میزنی، من یادم نمیاد اینجا ماجرای، حالا اینم شاید برای تو هم جالب باشه، ماجرای مرحوم منوچهر نوذری رو تعریف کردم تو مسابقه صبح جمعه با شما تو رادیو. یه مسابقه داشت، شاید یادت بیاد، حالا سن و ساله من که مسابقه شون یادم، صبح جمعه با شما، درسته؟ درست. یه مسابقه داشت، مشتاق ایجوری بود، میگفت که یه زوجای زن و شوهرای دعوت میکرد بالا، میگفت که من هر چی میگم شما برعکس بگین، آره یا خیر. مثلا میگفت که این آب میوه گیریه، شما میگفتین بله. مثلا میگفت این چرخ گوشتیه، شما میگفتین بله و برعکس. خب زن و شوهرایی که ثبت نام کرده بودن یه هفته تو خونه تمرین کرده بودن دیگه. مثلا اون گفته بود که مثلا حمید با رب گوجه شربت درست میکنن، اون گفته بود بله. مثلا الان اینجا سان فرانسیسکو، گفته بود آره یا نه. بعد میورد صداشو میزد، اینا گاردا بسته، تمرینا خوب کرده، ذهن آماده، 4 5 تا سوال میپرسید و اینا درست قصر در میرفتن. بعد یهو میگفت که مثلا با لباسشویی آب میوه، با لباسشویی میشه آب سیب گرفت؟ خانم هم میگفت بله. بله. فقط یه لحظه، من حالا گفتم لباسشویی، این یادم اومد بگم، من دخترم ایشالله روزی همه دختره ایران باشه، برن خونه بخت، سفید بخت بشن و اینا، انشالله دو سه هفته دیگه عروسیشه. گفتم که بریم وسایل خونه و اینا بخریم. گفتم بابا بیا یه بار جنس ایرانی بخریم. هی ها و نه و فلان و اینا. گفتم آقا من میخوام بخرم دیگه، من این جنس ایرانی رو میخرم، اگه خوب در نیامد خارجی هم پشبندش عجیب من میخواد، بعد بذار اولی رو بخریم. ما پاشدیم رفتیم جمهوری، از سمت ولیعصر اومدیم جمهوری، نرسیده به این
پلی که روبرو این موبایل فروشی ها، این پل چیه؟ پل حافظ. درسته؟ بله درسته. خانم هم میگفت بله درسته، میگفت متشکرم بفرمایید بشین تشویقش کنیم. عجب. یعنی چون میدونست این یه هفته تمرین کرده یک راه میموند که گاردش باز کنه. این که قصه بگه. ببرمش توی قصه. تو پیچ و تابای ماجرا. از همه پیشفرزاش، قول قراراش با خودش خلع سلاحش کنه. میگفت درست، میگفت بله، میگفت تشویقش کنیم بفرمایید بشین. خیلی عالیه. من تو چقدر میتونی مثلا یک جلسه یا یک گفتار یا رسمی پیش ببری بی که دست به دامان یک قصه و مثالی بشی؟ خیلی کم. چقدر مثلا چند دقیقه؟ شاید دو سه دقیقه. من این اتفاق من اصلا با قصه فکر میکنم احسان، یعنی هر چیزی رو اگه چیزی رو میخونم میبینم میشنوم وقتی تبدیل به ایده میشه، یعنی بخشی از من میشه، مشتبه ایده میشه، این فرایند فقط با قصه در من رو اکه به این پی بردی که یک تأثیر گذاره. ببین من یه پدر بزرگی خیلی قصه گو داشتم و یه پدری که خیلی قصه میگفت و از همون بچگی، یعنی اصلا من فکر میکردم که جهان رو میشه با قصه توصیف کرد و جهان رو میشه با قصه فهمید. میدونید از انگار بخشی از دی ان ای من بوده داستان قصه. خیلی عجیبه. عاشق داستانم و امکان نداره یه آدمی رو ببینم توی تاکسی توی جایی و یه زمان خالی داشته باشیم و نرم سراغ قصه اون آدم که اون بگه کجا بوده، کجا جنگیده، کجا ترسیده. من یه مثالی برای این مثلا هر از گاهی با یه سری جوونا جمع میشیم در مورد قصه یا فیلمنامه حرف بزنن، یه مثال عملیاتی دارم. میگم این تاکسی های اینترنتی هست که در ایران بله بالا. بله. خب بعد که سفر تموم شد 5 تا ستاره داری که بعد بله. ارزیابیش میکنی. میگم من اگه ماشینش تمیز باشه، تو راه با موبایل حرف نزنه، آدم محجوب و درست درمونی باشه، 4 تا ستاره رو بهش میدم که نشونه اینه که من از سفر خیلی راضی ام. ستاره آخری رو میذارم برای او آدمی که برام قصه تعریف کنه. آها. البته که من در 2-1 دقیقه اول زبون همشون میخوابونم. حالا اگه حرف نزد که حقش از سکوت خودش بله. ولی اگه قصه گفت قطعا صاحب اون ستاره پنجمی خواهد بود و ممکنه خیلی از کاستی های ماشینش هم چشم پوشی کنم. یه مسئله که در تحلیل، حالا من آدم تحلیلگری نیستم، در مورد شما فهمیدم که این خیلی درست به سیبل و هدف اصابت کرده، اینه که تو از اینجا شروع کردی که من به قول، حالا چون با هم حرف زدیم میگم، به قول والتر بنیامین خودم یه آوتسایدر بودم، یه کسی بودم که اساسا یک جمله رو از سر تا ته یه خطی نمیتونستم بگم. بله. یعنی از کف، از چی میگن، از حزیز ناتوانی. بله. حالا یک جایی وایسادم دارم اون خاطرات باختهای عظیممو تعریف میکنم و بنابراین یک سمپاتی و همزادپنداری عجیبی از تو در مخاطب توزیع میشه. یعنی تو رو یکی از ارتش و لشکر خودشون میدونه که حالا برای فراز یه قله ایستاده و یه پرچمی رو تکون میده، یا همونجور که گفتی اون میزانسن شفادهنده و مجروح، الان همونجور که این تعبیر خودته. بله. الان مجروح و مجروحه. بله. و این تراز بودن در داستانگوی چیز عجیب غریبیه. همینطوره. اینا چجوری به درکش رسیدی؟ ببینید والا اینم نمیدونم، چون یعنی این خیلی خدا که آدم نمیدونه و انجامش میده. خیلی هیجان انگیز. آره. آره. اتفاقا شخصی ترین در واقع اعمال ما خلاقانه ترین اعمال ماست، یعنی خیلی فکر شده و خداگاه نیست، ولی حس من این بود که خودم در موقعیت رنج بودم، احساس میکردم اگه کسی از اینجا، از موضع دانای کل، از کسی که راز زندگی رو فهمیده، برای من شروع کنه توصیه و پند و اینا تولید کنه، در من اثری نمیذاره. جایی که ما تاریکی های مشترکی رو داریم، اونجاست که من میگم آهان، میدونی این میفهمه که من چی میگم. میدونی تو هم اینجوریه احسان. من واقعا یکی از طرفداراتم و قصه‌ای که مینویسی یه ویژگی عجیب داره، اینکه آدمایی که تو حاشیه‌ن رو تو به متن میاری، پروژکتور رو روی اونها میندازی، آدمایی که هیچ کسن، نامرئین، میدونی یه دوست، یه فوتبالیستی که موفق نشده، یه پنچرگیری که چشماش کور شده، از کسای قصه میگی و میخوام چند تاشم حالا تعریف کنم، شاید بیننده ها بعضیشون شنیدن یا نه. مثلا تو حالا قصه اینجا داری... تو نه من دوست دارم راجع به شما خیلی، چون خب من وقت دارم بعد از خواهش میکنم. نه اتفاقا چون شما فرصتش نیست که بپردازین به ماجراهای خودتون، شاید خوبه که از این موزه من یه ذره حرف بزنم. شما یه قصه دارین به نام زینت و مکلوهان. زینت یک مادریه، یک زنیه که 11 فرزند داره و این بچه ها خیلی با هم فرق دارن، خیلی متکثرن. یکیشون طرفدار یه تیمیه، یکیشون طرفدار یه تیم دیگه است، یکیشون میخواد دوست شه، یکیشون میخواد پلیس شه که اینو بگیره، یکیشون میخواد فلافلی بزنه، یکیشون میخواد مامور بهداشت شه که بره مغازه اینو تخته کنه. زینت وسط این تکثر، میدونید یه تجربه‌ای رو شما ازش حرف میزنید بی‌نظیره در مورد جام جهانی. خونه زینت اینا یه تانکر آب داره بالاش که هر تیمی که قهرمان
میشه، پرچم اون تیم رنگ میشه رو اون تانکره. و خب بچه‌ها دارن میدونید تو یه کلکلی با هم کی میبره و روایت بازی برزیل و آلمانه، وقتی یکی از بچه‌ها طرفدار آلمانه و دیگری طرفدار برزیل، آلمان 7 تا میزنه و دل زینت اینجا میتپه برای بچه‌ای که 7 تا تیمش گل خورده، برای بچه‌ای که باخته. میدونین چی میخوام بگم؟ و بعد من فکر میکنم این چیزی که تو این قصه است یه داستانه، ولی یه فلسفه برای زیستن، یه فلسفه برای حکمرانیه، که اگر من معلم یه کلاسم، که اگر من حاکم یه جامعه‌ام، حواسم به اونایی که 7 تا گل خورده تیمشون باشه. زینت از جام جهانی متنفره چون همیشه یه طرف باخته، نگران بازنده هاست، نگران آوتسایدر هاست. و یه کاری که احسان تو قصه ها خیلی مهمه اینی که ببین، من تو کتاب باز تو با سروش هم راجبش حرف زدیم که من فکر کنم اصلا فرهنگ بشر تو هر جامعه ای مفصل بندی شده با قصه های مختلف. خب و ما وقتی این قصه ها رو بفهمیم میتونیم فرهنگ جامعه رو بفهمیم، اصلاحش کنیم، بهترش کنیم. و یه نکته مهم اینه که کاری که تو میکنی و تو این قسمت اصلا هدف این میز اینه، اینه که قصه آدم هایی رو بشنویم که قصه هاشون شنیده نشده. خیلی سال طول کشید تا سر و کله آدم های معمولی رو تابلوهای نقاشی پیدا شه. میدونید خیلی سال بود که فقط آدم های مقدس، فقط شخصیت های اسطوره‌ای یا اشراف زاده ها یا لرد ها نقاشی میشدن، ولی تصویر زنی که یک تخم مرغ رو داره پوست میکنه، یه سیب زمینی داره میخوره، میدونی خیلی سال در واقع طول کشید که توی قصه ها ما از اسطوره ها فاصله بگیریم و قصه آدم های معمولی رو روایت کنیم. تو توی قصه داری بی‌نظیره، اسمش محمد شاهه. یکم درباره خودم بخوام توضیح بدم. نه من دوست دارم که یعنی میخوام بگم آره، این که احسان عبدیپور با چه بکی اومده، محمد شاه پای عظیمی در واقعیت داره. بله آره، ازت پرسیدم اتفاقا اولین باری که همو دیدیم اولین سوالم بود که محمد شاه واقعی، و گفتی آره. محمد شاه قصهش اینه، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، یه پیرمرد طرفدار شاهین بوشهر بود که پنچرگیری میکرد. یه روزی خلاصه این تویوفه در میره، یه سری در واقع از این مثل چی بهش میگن، بچه رینگ، نه رینگ وسط ظرف ماک بوده. آره دقیقاً میره و چشماش کور میشه، ولی انقدر محمد شاه عرق داره به شاهین بوشهر که باز با چشمایی که نمیبینه با یه نکدودی میشینه تو استادیوم و تماشا میکنه. بعد توی لحظه‌ای رو داد راجبش حرف میزنی که بی‌نظیره. اون جایی که شاهین در واقع برای بقا در اون لیگ داره میجنگه، دقیقه 86 و محمد شاه با صدای استادیوم میفهمه که در بازی چه خبره. جلویم، عقبیم، هیجان‌آور، چه لحظه‌ایه. شاهین بوشهر گل میخوره دقیقه 86 و شما نگاه میکنید به پیرمردی که تنها بندی که اونو به این زندگی وصل میکنه علاقش به شاهینه و اینه که این بمون، تنها چیز خوب جهان براش اینه. شاهین گل میخوره ولی شما یه جوری در واقع تظاهر میکنید که انگار توپ از کنار تو رد شده. و بعد محمد شاهی که میدونی تا وقتی زنده است، 2-3 ماه بعد از این اتفاق شاهین به خاطر اون توی لیگ نگه داشته میشه. میدونی چی فکر میکنم؟ من باز دارم هم در مورد بگو دادا که این ورژن محمد شاهی که تو گفتی خیلی بهتر از اونیه که من. نه حتما همین هم خوب تعریف کردی. نه واقعا جدی میگم. نه چون خوب نوشتی، تو از لطیفو حرف میزنی، خیلی مونتاژ شده و خوب گفتی. تو خیلی تکنیک های داستانگویی میفهمی. والا نمیتونم بی آن که با عنوان داستان نویس شهرت داشته باشی. خیلی ممنون. قصه هات پرده بندی دارن. تو آدمای احسان مثل تو به من اون یاد میدن. آقا شما کارتشو بگیر. من فکر کنم تو رو نه من وقتی میشنوم قصه هاتو، ببین تو از لطیفو حرف میزنی. لطیفو هم ازت پرسیدم که آدمی هست که ما به ازای واقعی عینی داره. لطیفو کسیه که داغدار رنج بشره، کسیه که نگاه میکنه به یک پنجره در بیمارستان و برای بیماری که نمیشناسه و اون تو عشق میریزه، کسی که دنبال مجالس سوگواریه که بره اونجا و برای اون کسی که مرده گریه کنه. و بعد یه جایی قلب لطیفو خون این همه غمگین رو دیگه نمیتونه پمپاژ کنه، این قلب از حرکت میفته. ببین احسان میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم تو قصه هایی که تو یه فرهنگ جامعه رو میسازه خیلی مهمه، و کاری که این میز میکنه اینه تو کتاب باز، که ما بریم سراغ آدم هایی که بی صدان، بریم سراغ قصه، آدم هایی که پر از قصه‌ن ولی هرگز در فرهنگ عمومی مجالی برای شنیدن قصه هاشون وجود نداشته. یه منطقی هم مشتبه دارم، باز من حرفتو قطع میکنم و این ایراد بر من وارد. نه یه دلیلی که اصرار دارم که آدم ها رو مشاهده کنیم و معاشرت کنیم باشون اینه که یه بار یه کتاب اینجا تو برنامه اون موقع مهمون سروش بودم معرفی کردم که همه خوندیم که چگونه در مورد کتابایی که نخونیم صحبت کنیم.
این که خب حالا این کتابی که الان من دارم میخونم از مجموع 50 و چند میلیون و فلان کتابی که در جهان چاپ شده، خوندن من چه حجمی از نخونده هامو آفرین. دست نمیخورن نخونده های من. اون کتاب خوبی که الان تو شیلیه، کتابی که تو آرژانتینه، کتابی که تو اونا چی میشن وقتی ترجمه نمیشن به فارسی؟ نخوندن اونا چی میشن؟ یک جواب برای خودم دارم. اون کتاب خوب در شیلی اگر خوب باشد، بر معماری شیلی، بر سینمای شیلی، بر رفتار شیلی، بر جامعه شناسی در مردم شیلی اثر میگذاره، بر سوپرمارکت‌های شیلی میرسن و من تو بوشهر در تهران در هر جا درست. من تحت تاثیر اون قرار میگیرم بی که خونده باشمش. پس این حلقه زنجیره انسانی که تمام کتاب ها رو به هم منتقل میکنم، وگرنه خوندن من به تنها از این حجم کتاب های منتشر در جهان دست نمیخوره به حجم ناخونده هم. اینه که برای من خیلی مقدسن تمام دستاوردهای یک انسان از زندگی، چه کرده و چه نکرده، حتی اگه باخته. میدونی مثلا علی پور آفریقا فوتبالیست موفقی نشده، شبکه‌های اجتماعی پر از قصه های موفقیتن، قصه های برنده هان، ولی یکی هم باید پروژکتور رو بندازه رو علی پور آفریقا که الان فوتبالیست نیست، میدونی. و یه داستان جالب هم تو داری. سلام کنم اگر شد و این برنامه رو دید. میخواد در مورد بازی خدافزیش هم حرف بزنی؟ علی پور آفریقا، نه اون که بهت گفتم بازی خدافزین، اولا که علی پور آفریقا یک بازی، یک جنگ زده ای بودن که در بوشهر زندگی میکردن، مثل هزاران جنگ زده. ببین من عاشق، الان قلبم داره تون میزنه، شروع کردی قصه گفتن. من اصلا وقتی قصه میگم هم خودم بیشتر هستم تا وقتی که میخوام یه کار دیگه بگو. دادا عرض به خدمتت که اینا جنگ زده بودن تو بوشهر و خب خیلی در هم تنیده شدیم ما، در زندگیمون خیلی به هم شبیه بود و دیگه هم بعد نگشتن خیلی ها. علی پور آفریقا غیر از اینکه جنگ زده بود و در بوشهر بود و همین آدمو سمپات میکرد، یک سیاه تیره سیاه بود، یعنی با اون آناتومی گونه ها، دماغ ها، موی فر، لب های خط برشدار درشت اینا. بعد من بچه بودم میرفتیم پشت زمین فوتبال اینا میشستیم، زمین شاهین، پشت زمین هم یه سری کولیا کپر داشتن که اینا توپ که میزنن میره تو کپر کولیا، چون کولیا فوش اینا می. حالا خودشون همجوری غیر قانونی نشسته بودن، میگفتن که چرا شما اینجا زمین تمرینتون رو فوتبال بازی، ما میرفتیم تو کپر کولیا توپو می آوردیم برای تیم و یه افتخاری و فوش میخوردیم از کولیا و من خیلی خوشحال بودم که به جای رسیدم که فوشای شاهین رو به من میدن، انگار من مدیر عاملم، هر چی فوش به شاهین دارم بزنم به من میدن. و همین یه تشخصی برام ایجاد میکرد. علی دفاع بازی میکرد، مثلا دفاع چپ ورای فوتبال، انگار یه احساس وظیفه. اینو از منظر جسارت یا چیزی نمیگم، به هر حال ما میدونیم که یک رشته از سیاهان به عنوان برده کوچانده شدن به ایران و موندن و در زندگی تنیده شدن و حالا هم جزء جذابیت های بوشهرن و من تا حالا نشده فیلم بسازم و سیاه توش نباشه، تا حدی که مردم بوشهر هر جا میبینن میگن که چرا اینقدر سیاه تو فیلماتون، چون من اساسا سرتاپا دلم ضعف میره برای سیاه. عزیزه. علی غیر از اینکه دفاع بود و در منطق فوتبال میخواست فوروارد حریف بگیره، هافبک راستش بگیره، یه احساس وظیفه شناسی بردهداری تیر و تباری داشت، یعنی توپ نباید رد میشد، اگه از او رد میشد از گل نباید رد میشد، اصلا یه چیز غریبی بود. من یادمه خب همیشه مثلا 8 9 ماه از سالم گرم و شرجی، سینای فراخی داشت، من همیشه مثلا پشت فنس لب خط بازی میکردم، توپ که میخورد توشونه تو سینم که شلوپ، صدای شلوپه استوپ سینه علی پور آفریقا زانوام شل میکرد. ببین فوروارد داشت جلو بازی، من تو ظلم میزدم به علی، وقتی بیکاره چه میکنه، نه چجوری توف میکنه، چجوری عرق پیشونیش میگیره، چجوری دست میزنه به کمر، به تو چیش علی میدیدم که اونا دارن حمله میکنن، علی پس پس میرفت. خیلی برام مهم بود. یه روزی شاهین بازی آخر داشت، اگه میزد میومد لیگ برتر، تو همینجا تهران تو اکباتان، قصه علی رو همینطور پشت به دوربین خوندم، گفتم علی آقا من هیچی ندارم ولی خیلی دلم میخواد امروز تو باشی، یه بلیتی میگیرم پاشو بیا اینجا بریم. نوشتم که علی ایجوری و میخوام فردا بیارمش. میخوام بگم قصه چه میکنه. آفر. یه قصه چه میکنه. آدم هایی اومدن تو اکباتان تو سکو و باشون اول پرسی کردن و با علی پور آفریقا عکس گرفتن تو 60 خورده سالگی، که گفتن نه تو استادیوم تا حالا از دریچه تلویزیون هم مسابقه فوتبال ندیدیم و اونا اون روز هم نیومده بودن فوتبال ببینن، صرفا اومده بودن یک قصه رو ببینن، یعنی یک قصه سبعدی رو از نزدیک ببینن. یک قصه این کار عجیب غریب میکنه. شما تو فیلمنامه نویسی میگن الان بگو که مثلا 5 تا اتوبوس تو بغداد منفجر شد 500 تا آدم مرد، این فقط یه خبره، اون 500 تا تو قصه یکیشو تعریف کن. قلب آدم ها وای میسه. آفره. یه قصه از 500 تا مرگ اثرگذارتره، حتی اگه اون یه نفر نمرده باشه فقط پاش قطع شده باشه. آفره.
قصه خون میده به جهان، به واقعیت ها، به عددا. میدونی چرا؟ چرا؟ چون ما آدم های ترسوی هستیم، ما وهم جهان دیوونه مون کرد، ما نمیفهمیم کجا زندگی میکنیم و عمرمون هم کمه، 70-80 سال کمه برای فهم ابهامات جهان. سعی میکنم تو قصه ای، تو فیلم ای، تو خاطره ای پیدا کنم که چه میکنی، چه شد. اگر تو ماشینت یه شب برفی توی بیابونی پنجره شد چه کردی، اگه بچت بات ناسازگاره، اگه سقف خونه، همه اینها رو در زندگی تو رصد میکنم که اگر یه روز دوچاره شدم یک بار مرورش کرده باشم. دقیقاً. کتاب چی آوردی؟ کتاب من یه چهار تا کتاب آوردم که نوشته آقای خیاطه. در واقع نوشته آقای خیاط نیست، جمع‌آوری شده توسط ایشون. آقای خیاط از سال 80 میره. من یکیشو خوندم و میگم شما ببینید ایناست، برج غار. برج غار خوندی؟ عالی. تبرک مثلا 18 تا قصهشو خوندم. خیلی جالبه. و میدونی این در ادامه همون چیزی که شما راجبش حرف زدین. شما یه قصه دارین اسمش حیات سیاسی یوسفه. یوسف رستم. آره یوسف رستم، دقیقاً. یوسف رستم یه آدمی که عاشق سیاسته، عاشق تشریفات سیاسته. میدونید پروتکل‌ها، خودش میگه پروتکل. آره دیوانه پروتکلاست. و بعد تا حالا قصه رو حتما میتونن بشنون یا بخونن جایی، ولی ماجرا اینه که یه جایی این آدم این شانس رو پیدا میکنه که توی حادثه سیاسی باشه، وقتی مرحوم هاشمی رفسنجانی اومده شهرشون، ایشون به عنوان یه دستیار فیلمبردار میره که درگیر بشه، سابیده بشه به اون رویایی که یک عمر ساخته، به میزهایی که پر از غذاست، به پروتکل‌ها، هلیکوپترها، حفاظت، همه اون در واقع ماکت اون واقعیه. من فقط به عنوان یه آره. پست فقط مکتوبه آره. تایپ بشکنم همین. ولی میدونین چی جالبه تو این؟ این یه میز پر از غذا میبینه و بعد دیگه انان از کف میده و شروع میکنه ژله رو میخوره. حالا توصیف شما بی‌نظیر از این. میخوره و بعد سوار هلیکوپتر میشه در یه قدمی مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس بانک مرکزی، یه وزیر. و جالبه حالا اونجا حیات سیاسی یوسف اینطور تمام میشه که هلیکوپتر میره بالا، تکون داره میخوره، اینم ژله و مرغ و میده، همه رو لایه لایه چیده توی معده و بالا میاره. از اونجا به یوسف رستم سلام میکنم. و جالب اینه که احسان تو اون داستان دقیقاً پروژکتور انداختی رو کسی که به شدت آتسایدره. بله. به یوسف رستم، میدونی؟ یعنی اصلا قصت و بعد حالا اون پایان بی‌نظیر دراماتیک. کتابایی که من آوردم تو همین راستاست. آقای خیاط از بچه‌های کار پرسیده که قصه‌هاشون چیه، نوشتن خیالاشون، میدونید آرزوهاشون، رنجاشون. مثلا در مورد یه برج غار حرف زده که گفته فکر کنید یه برجیه که ازش که میرید بالا، اون بالا آرزوهاتون بالای نردبون محقق میشه. بالای برج غار چی میبینید، میدونید؟ و تو دروازه غار این مدرسه کودکان کار. من حرفم اینه که احسان عزیزم، ما صدها ساله داریم برای محرومین، برای سرکوب شدگان، مستضعفین حرف میزنیم، سخنرانی میکنیم. بذار صفحه این میز رو اینطور در واقع ازش استفاده کنیم که یک بار برای چند دقیقه حالا اونها قصه هاشون رو برای ما بگن. من قصه هایی رو بردم که پر از غلط های تایپیه، یعنی آقای خیاط دست نزده، اگه جایی بچه اشتباه نوشته، غلط نوشته، این روایت رو نوشته. خیلی هاشون سواد نوشتن هم نداشتن، شفاهی گفتن، ایشون مکتوبش کرده و بی نظیره. میخوان چند تاشو بخونم؟ آره. تو اون کتاب دیدم 14 سالش بود، کلاس اول بود. آره 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 زیاده، 7-8 سال دیرتر. یعنی این همین یه قصه است، این دقیقاً یه قصه است. ارنست همینگوی که عکسش اینجاست، یکی از جذاب‌ترین قصه های جهان رو اینقدر کوتاه روایت میکنه. کفش‌های کودک پوشیده نشده برای فروش. کفش‌های کودک هرگز پوشیده نشده برای فروش. و یه جهانی قدرت کلمات رو میبینید. و میخوام بگم که تو میگی 14 سال است و کلاس اول، این یه قصه است. گفت که یه روز گفت تو جمعه بازار یه شهری بودم، کلاس پیش نمیارم، گفت یه معتادی زود پز با آب گوشت آورده بود برای فروش. عجب. یعنی از خونش، عجب. از هر جا براش، با غذا، با همه چی، اینقدر شتابناک. خیلی چیز عجیبی غریبی. خیلی عجیبه. میشد تو آب گوشته تمام زجه ها و ناله هایی که زنش کرده تا دم در، پاپتی تا سر کوچه اومده، آفره. برگشته اشک به چش پاک کرده، مفک مفکش پاک کرده، برگشت و همه چی تو آب گوشت تو. یعنی اگه زودپز خالی بود، خب یه زودپز برای احسان اون زودپز با قصهش آورده بود. آفرین. مجسمه استیصاله.
یعنی اگه استیصال الان که تعریف کردی یه مجسمه یه حجم داشته باشه زودپزیه که توش آبگوشته و داره فروخته میشه. میدونی حالا من چند تا از این قصه ها رو بخونم، اصلا بی‌نظیره. من اصلا اینم بگم دادا که اینا رو نمیخونم چون بچه‌ها از ترحم متنفرن، میدونید، نمیخونم که بگیم آخی فلان. میخوام جهان ذهنی اینا رو بشناسیم. یه سری بچهای کار آورده بودیم که از یه موزه مثلا چیز ساینس سنتری اونجا دیدن کنن. بعد اون خانومی که اونجا درس میداد راهنما بود گفتش که راجع به زیست شناسی بود، گفت بچه ها کیا میدونن سلول چیه؟ همه دستا رفت بالا. گفت تو بگو. گفت زندان دیگه خانوم. گفت تو بگو. گفت زندان. بعد میدونید من چی فهمیدم؟ دیدم ما جهانهای موازی واقعیت دارن. یعنی یه آدمای اینجا هن که سلول براشون نه یک پدیده زیست شناسی که زندانه. و میدونی قصه چی کار میکنه احسان؟ قصه دو تا جهان موازی رو در یک نقطه به هم میرسونه. یعنی من میفهمم این منتال مدل این آدم، نگاه این آدم، تجربه زیسته این آدم، این جهان اصلا چه شکلیه توش. خب تو این قصه هم باز همین وجود داره. اصلا خیلی از این قصه هایی که میخوام بخونم و این بچه ها شاید جای شنیدن. مثلا این قصه که میخونم یه قصه معروفیه، ولی وقتی از این بچه از مرزی 9 ساله خواستن که داستان بنویسه اینو نوشته. یعنی این خلق خودش نیست این قصه، ولی این نگاه مرزیه رو به دنیا نشون میده. ما توی یه لحظه میتونیم جهان رو از چشم های مرزیه کودک کار ببینیم. روزی روزگاری مردی 10 بچه داشت. وقتی میخواست 11 فرزندش را به دنیا بیاورد، او گفت با اولین کسی که برخورد کنم او پدرخوانده فرزندم بشود. مرد توی کوچه تا به اولین کس برخورد کرد شیطان بود. شیطان گفت من حاضرم پدرخوانده فرزندت شوم. گفت تو کی هستی؟ گفت من شیطانم. مرد گفت نه، من دوست ندارم تو پدرخوانده فرزند من بشوی. مرد این را گفت و به راهش ادامه داد. مرد به مرگ رسید و گفت تو کی هستی؟ مرد گفت من مرگ هستم. مرد گفت من دوست دارم تو پدرخوانده فرزندم بشوی. بی نظیره، میدونی؟ یعنی این دنیا از نگاه یک بچه 9 سال است. قصه‌ای که شاید مال خودش هم نیست، ولی بین این همه قصه رنگ و وارنگ، این همه قهرمان مرزیه اینو انتخاب کرده، روایت کرده. بذار بدون قضاوت دادا باز بخونم. یعنی اصلا یه بدون... موزیکی زیرش بذارم؟ نمیخوام چیز چیه. آره ده اندازه کافی تلخه دادا. آره ببین، آزاده 18 ساله است و خب این بچه ها تا 18 ساله قصه هاش. این نگاه یک دختره در 18 سالگی که همه عمرش در محرومیت بوده و کودک کار بوده. ای کاش گوسفندها عقل داشتند و میفهمیدند وقتی آدم ها با چشای خریدار نگاشون میکنن یعنی گوشت و پوست و دنبشون زیاد شده و امروز و فردا سرشون رو میبرن. ای کاش ساختمونای بلند عقل داشتن و میفهمیدن چرا بعضیا اینقدر عاشقانه نگاشون میکنن و بی اختیار به دربونا سلام میدن و اجازه میخوان یه توکپا تا اون بالا برن و برگردن. یه توکپا. ای کاش پیاده روهای خیابونا عقل داشتن و میفهمیدن چرا دخترا بعد از غروب دیگه از کفشای پارهشون اصلا خجالت نمیکشن و به بوقای ماشینا توجه نمیکنن. تلاقی جهان موازیه بین من طبق متوسطی با آدمی که من هیچ ایده ای ندارم که او چطور جهان رو، چطور پیاده روهای این شهر رو گز میکنه، شب براش چیه، بوق ماشینا چیه، بزرگ شدن براش تهدیده. میدونید ای کاش گوسفندا عقل داشتن میفهمیدن وقتی آدما با چشا، یعنی میدونید وقتی قصهشو میخونم میفهمم، وقتی داستانشو میخونم میفهمم که جهان از چشمهای آزاده چطور جاییه. بخونی باز؟ بخونم؟ یکی ولی فقط همینجای خبر رو بعد بهت بدم. بگو. گفتم موزیک بذارم زیرش، گفتی نه. کارت خیلی سخت کردی. چرا؟ همینجوری دلم میخواد که هر کی میاد اینجا یه چیزی بخونه، یه چیزی که در نهان مانده ترین لایه خلوتش میخونه، تو سرش میپیچه. یعنی آواز؟ آره، حتی اگه میتونی یک موزیک ساده مثلا با دهن بزنیش، هرچی. اونجوری خیلی همه چیمونو پس میزنیم و جلوی یه آدم دیگه وای میسیم. و حالا که امروز اومدی اینجا لباسای قشنگت پوشیدی، به اولین بار بدون کوچه یه لانگ بدین کفش قشنگش. نه بابا کفشتو بسار. یه چیزی بخونم؟ من صدام خوب نیست آقای احسان. اصلا نمیخوام صدا خوب شدم الان. میرم کنسرت میرم الان سرچ کنم هر کی بخوام صدا خوب میشنوم. ببخشید فقط چون تو میگی اینقدر عزیزی برای من. من یه آهنگی از علیرضا قربانی خیلی دوست دارم، اسمش روزگار غریبه.
و بعد میخونه آخرش یه اوجی داره. من اینو این آهنگو خیلی عجیبه، یه دوستی دارم خیلی عجیب، من کم احساساتی میشم سر این چیزا، ولی سر اجرای کاخ سعدآباد این آهنگ شبی بود بیرونم میشستیم رو چمنا و یه سرمایی و روز بد منم بود، من اینجا اشک چشام در اومده و خیلی عجیب میتونم به واسطه آهنگی که تو میخوای بخونی سلام کنم به رفیقم حسام الدین ناصری که آهنگساز این کاره و خیلی وقت ندیدمش. آره چقدر خوب. جهان ها موازی نیستن قاطی پاتی. همین در واقع موسیقی هم نقطه ای که جهان ها رو، چون منم با این آهنگ یه جای دیگه این شهر گریه کردم. یه کمیش هم ممکنه بتونم باید بخونم. بخونم. آره خجالت میگه خجالتی من شروع کنم تو این چیز تو شروع کن منم با مانده در دلم دگر توان دوری چه سود از این سکوت ها از این صبوری تو ای طلوع آرزوی رفته بر با بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد. یه بار دیگه بخوان بخوان خودشو بذارم. موزیکه اینقدر خوب بود خودمون هم خوندیم تحت تاثیر قرارم داد، ولی قطعا بذار که علیرضا قربانی مدعیمون نشه کپی رایت. آره آخه من خوب بلا آوردیم سر ترکش. آره پس بذاریم شما یه چیز تعریف کنیم تا من پیداش کنم. چی تعریف کنم؟ این گفتیم تو داستان نوشته بود که دلمون می‌خواست بریم نوک ساختمان‌های بلند و از بالا شهر رو ببینیم. هر از گاهی می‌رفتیم خونه عمم، شوهر عمم طباخ ناوچه جنگی بود، ولی خود تو نیرو دریایی می‌شست. نیرو دریایی سال‌هایی که مثلا یه ساختمان 4 طبقه تو بوشهر بود ما از کنارش رد می‌شدیم گردن درد می‌گرفتیم. تو نیرو دریایی 3 تا ساختمان بلند مرتبه بود 15 طبقه، خیلی قبل‌تر ساخته بودن. ما می‌رسیدیم لباسامون عوض می‌کردیم، مشتبه میرفتیم سوار آسانسور، از یک میرفتیم 15 15 1 1 15 زور ننامون میموندن پیدامون میکنن میبردن اون نهار دوباره میمون. یعنی یکی در باز میشد میخواست بیومد تو جا نبود از بچه ها، ما فقط میرفتیم طبقه 15 یه نگاه میکنیم دوباره با آسانسور میموندیم پایین. آره پیداشتم. عالی بود عالی بود. بذارم؟ بله.